نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. چیکار میکنه این حافظ؟ نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد. این مصرع دومی ارغوان داشت، اونو میشه معنی کنیم؟ چطوره معنیش در خودش هست؟ نفهمیدم. ارغوان اسم یه خانم، یه زنه، بس که از اقوام حافظم بوده، تو اکثر شعراش آورده، نزدیک بودن با هم. ارغوان جام عقیق، جام به ظرف مثل لیوان خودمون، البته شکل لیوان نبوده، مثل این جامای برنجی هست، ظرفی بوده که توش آب و مایعات و اینا میریختن. میگه این خانم ارغوان، ارغوان خانم، این جام عقیق رو میده دست سمن شوهر به همین راز. خب حالا آقا جون، اون نرگس تو مصر دوم کیه؟ چیه داستان نرگس؟ هووی نه باقاتون دارم میگم بهش، همسایه کیه نرگس؟ هووی ارغوانه. من فکرم همسایه. نه، هووی ارغوانه. به محض این که ارغوان این جام عقیق رو میده دست سمن، نرگس چی؟ چشماش این شقایق سرخ خونی میشه، حسادت میکنه دیگه، هووه دیگه. خیلی پرمعنی اون جلو چشش که اصلا اصلا یه چیز عجیب غریب. بعد آخه این آخرش چی میشه؟ این ارغوان خانم هووه نرگس خانم رو فکر کنم بکشه. میکشه؟ کشدار تو شعر حافظ؟ نمیدونم، عطس میزنم. نه بابا، حافظ اهل صفا، صمیمیت، ملاتفت، حسن همزیستی، اصلا یه چیز عجیب بود. اصلا کشدار تو شعراش نیست. بزرگای فامیل جمع میشن دوره همو با یه تلفن حل میکنن قضیه رو، به کشدار اینا هست. علی رضا. سلام. سلام. بیا. سلام علی رضا. کجا؟ سلام. من با دوستام دارم میام بیرون. بشین ببین آقا جون داره شعر میخونه، کیف کن، مال حافظه. بیا بیا اینجا بشین. آخه قول دادم بعد برم. نه راحت بشین، شما بشینی. خیر. چه حالی داری؟ خدافظ. خدافظ. به کی میگی بیاد شعر حافظ؟ درک شعر حافظ شعور و سواد بالا میخواد. آقا نه، نزن نزن. علی رضا. جلال سماواتی؟ بله. حالت خوبه؟ خوبی؟ آره. تو کجا؟ اینجا کجا؟ من اینجا خونمونه. آه راست میگی. این نمیخوا بندازی؟ آه چرا چرا، ما خواستم در بذارم. خوبی؟ آره. آی خدا. اما فرمرز کمک بیا. داداش واقعا آدم از گرسنگی سرگیجه میگیره؟ بله سرگیجه میگیره، در ضمن در گوشی هم حرف زدن زشته. خودت که تابلوتری که. چی؟ تو خودت داری در گوشی حرف میزنی. ببخشید شرمندم، تو زحمت افتادین، خیلی شرمندم، ببخشید. اختیار دارین، اینجا خونه خودتونه. دوستای علیرضا دوستای ما هم هستن. بله. متشکرم، واقعا شرمندم. چند وقت اومدین تهران؟ دو هفته است. برای چه کاری بعد؟ زشته. سوال نکن. چه میداره؟ میگن سوال نکن. نه برای کار آیم. کار پیدا بکنم. یاد نداره خواهیم. من تعجبم، موندم. یه جوان رعنایی مثل شما با داشتن لیسانس کار براش نیست. لیسانس دارین؟ بله. بارکلا، خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. دینم تو دو ساعت اینجا وایسادی چی گوش میدادی پس؟ من نفهمیدم، اگه هم گفتم من نشنیدم. ببخشید آقا جلال، ادامه بدیم، میفرمایید. خواهش می‌کنم. بله. خدمتتون عرض می‌کردم که یه سالی از درسم تموم شده. ولی تو شهر خودمان هر چی برای کار گشتم کار نبود. یعنی کاری که مربوط به رشتم باشه اصلا پیدا نمی‌شد. این بود که گفتم خب بیام تهران، بیام تهران. و
لباس برگشت. بفرمایید. نه نه خیلی ممنون. بفرمایید. برگشته اون لباس رو. بله چشم. حروم نشه. باشه چشم. بله گفتم بیام تهران، شاید تهران کار پیدا بکنم. ولی الان یه هفته است میگردم اصلا کار نیست. والا بعضی هفته فهمیدم حالا خیلی مهم نیست به رشته تحصیلی من ارتباطی داشته باشه، فقط کار باشه، چون که شنیدم تهران حقوقش بد نیست. حیف، واقعا حیف. یه جوانایی مثل شما اینجوری، یه جوانایی مثل علیرضا پسر من قدر موقعیتی که دارن نمیدونن. ولی قصه نخورید، علیرضا با شما میاد و جاهایی رو بلده که میتونین کار پیدا کنین که شما حدسش هم نمیتونین بزنین. بس شما دارم اگه دوست داشتی منم میام کمک، اشکال نداره. میام خواهش میکنم. بعد یه لقمه از این من میتونم بهش ببخشم. آره ببرم جانم. بیا بله. سلام. بابا. در گوش حرف بزن. بله. بلند بگو هر چی می‌خوای بگی. نه بعد آخه در گوشتون بگم. گفتم بلند بگو، جلو دیگران زشته. بابا آخه بعد در گوشتون بگم شاید. منم گفتم بلند بگو. آخه بابا جون شاید دلم درد میکنه، خب نمیتونم آخه بگم. دلم درد میکنه رو که بلند گفتی، باقیشم بلند بگو. بس در گوشت بگم. گفتم زشته جلو جمع در گوشی، بلند بگو. خب بگم آخه. بله بفرمایید. خودت گفتی بگو. بله. اون پیتزایی اومده دم در میگه اگه پول پیتزامو ندی من شکایت میکنم یا میذارم این شیشه ها رو همه رو خورد میکنم. اینو باید جلو جمع بلند بگی؟ خودت گفتی بگو. ما همه جا رفتیم، زوری نیست که. میگن کار میدن، کار میدن کو کجا هستش کار؟ آ همه شما رفتیم سرزمین. آقا بیا بگیم آقا جلال رو به زور بهش کار بدین. نمیشه دیگه. سابقه نداره. ها؟ گرفت. الو؟ سلام. خسته نباشید. برای این آگهی که باشه نگه می‌دارم. گفت گوشی نگه داره. بله. سلام سلام. بده من به زنگ میزنم خب؟ بده من جواب شده. زنگ میزنم نه نه. بده من جواب شده. زنگ میزنم. شما جواب. من خونه. خودش بعد بده. خب اشغاله که آخه من که دنبال کار داریم میگردیم، برای یکی از دوستام تازه اومده میشم. بابا چی؟ بذار من بهش بگم دیگه. قطع میکنه همش. هی هر دفعه خیلی خوب حالا اصلا اون میشه قطع میکنه. چی شد این؟ الو. خواهش میکنم. بله بله. 27 سالشونه. اسم کاملشون آقای جلال سماواتی. خب خانم جلال سماواتی. نه. چی شد؟ میگو به خانم منشی نیاز داریم، مثلا آقا نیاز داریم. بابا شما جای دیگه هم سر میزدین، فقط اداره مداره چرا رفتین؟ بابا همه جا رفتیم دیگه، آخه چرا نمیفهمیم؟ میگم همه جا رفتیم سر زدیم. کجاها رفتی؟ حرف اضافه میزنی؟ دیگه کجاها رفتین حالا؟ آژانس. خب چی شد؟ آژانس رفتیم برای راننده ماشین بشه دیگه. خب چی شد؟ خب چی شد نداره بابا، مگه ماشین داره؟ گواهی نامه هم نداره تازه. همه البته یه روزه میدن گواهی نامه را اون راه. الان سلام. برای این آگهی نگهبانی که اینجا زدین. نگهبان چیه؟ بله بله برای اون تماس گرفت. بله خیلی عالیه. ببخشید من قبل از هر چیز میتونم حقوقشو بپرسم؟ 200,000 تومان؟ ببین ساعتاش که ببین ببین البته خوبه بعد نیسته بله بله آقای جلال سماواتی بله ساعتاشو بپرس بر من ببین من بیکاری دارم بابا کیچون چی شد؟ میگه بعد سوء سابقه نداشته باشی آها بس من نمیتونم جلال چی شد؟ نه گفت متأهل باید بشه سوء سابقه متأهل بابا یه زن براش جون کنیم تموم شه بره همه جا میگن ما متأهل میخوایم دیگه حرفای میزنی تو کیو میخوای برام جور کنی دختر جعفر آقای الکتریکی دختر جعفر آقای الکتریکی هر کس سلام میرسه دیگه اونو داریم پیشنهاد میدیم آخه خوبه به نظر من با یه تیر دونش میزدیم همین ازدواج میکنه هم به کارش میرسه من میترسم چند سال دیگه خودم بخوام ازدواج کنم حالا چند سال دیگه همین دختر جعفر الکتریکی بعد نیست یه چیزی ببین من میگم یه کار براش تو خونه بگیری از این مجسمه ها درست میکنن شبیه شبیه عمو فرامرزه نه شبیه حیوان ها اینا درست میکنن از اونا خب من گفتم شبیه عمو فرامرزه خب ببخشید ببخشید داشتم شوخی میکردم آقا من خودم یه فکری کردم ها. تا موقعی که کار پیدا کنه بیاد نمایشگاه پیش ما این خوبه جای باحالی داره خیلی
خیلی درخت‌های قشنگو فقط مشتری ندارین داد بزنم آقا بعد از ظهر شلوغ میشه حسابی داد نزنم نه نمیخواد باش خب خیلی خوش اومدی خیلی خوشم خیلی ممنونم زحمت دادم آقا این دگمه بالا تو همیشه می‌بندی آره بله خب آدم تحصیل کرده مثل ما باید همیشه مرتب باشه منظم باشه ترتمیز باشه آفرین آفرین فقط خیلی بالاست این برادر من این خرس پرتا رو جمع کن بذار تو انبار باعث آبروزی ببینم خودت اینجا داری کار میکنی برات آبروزی نیست خرس پرتا نه چشم جمع کن آقا جلال اگه شما میتونی ناراحت نمیشی کمکش کن اینا رو بذارین تو انبار نه نه این بابا مهمونه ولش من خودم جمع میکنم به هر حال ترتیبش بده داداش قربونه قربون شما قربان شما برو خیالت راحت چه شد آقا؟ بابا این دستم یه هفته است درد میکنه ناجور آره بیره. نه اینجا ها نیست برم؟ بیشتر اینجا هست آها اینجا هست اصلا چیزای سنگین نمیتونم بلند کنم الان خب بچه تو رو میخوای اینا رو ببرین اینا رو میبری تو یه حالی بده اینا انبار میدونی کجاست؟ نه از اینجا که بری اون پشت دره کلیدم نداره دیگه بازه آها. اینا رو دونه دونه بعد ببرم اینجوری خوشخوشان ببر بذار تو انبار باشه من دستم خوب شد میام یه دستی میگیرم کمک کنم چشم قربونت برم چشم خدا چشم. بابا چشم یک کم سریع تر فقط چشم اوه اوه اینجا چی میخوای؟ چی؟ چی هستی تو؟ ها؟ ببینم تو اینجا دوست دوست اوه اوه شیشه میکشی داشت بری دوست دوست آقا تو چه خبرته آشناس بابا آقا جلال آشناس آقا جلال مهمون داده بیداد میبونه بابا خیلی خوش اومدی اینو کردم حالا که اینطوره به افتخار فری چش قشنگ بیا آقا زیا اون کارا رو نکن آبرومون رفت جلو مردم کلتن این داده بیداد قربونت برم من دو دقیقه با زیا یه صحبتی بکنم باشه ولی مواظب باش دوباره آبروزی نکنه چش شما بفهم چش تو کارتو بکن یه اینجا بینم یه اینجا بینم دوباره این برا پیدا چی جیونه داشت بری گرفتارم ای بابا ندارم میگم ندارم تو چرا میای یه کچل یه دو قرم بده ما بریم پی کارمون بابا جیب من همین آقا این به دردت میخوره یا نه به جون داشفری اگه یکی تو دنیا به فکر من باشه من نوکرتم جانم انباری پر شد چیکار بکنم خب خالیش کن بقیه رو بچین آها چشم دیوانه میگی چشم خب انباری پر شد بذار پشت انبار دیگه میخواد باز انبار رو خالی کنه خیلی قاطیه ساده است این ها کجا پیدا کردی کیه؟ این آشنای علیرضا است اومده اینجا دنبال کار آره چی کار میکنه؟ بیکاره دیگه فعلا گذاشتیمش اینجا ببینیم چی کار میکنه ببینم شما کنسا حقوق هم میدین؟ آره یه 30-35 شاید هم کمتر حالا هنوز مشخص نشد هرچی کمتر بهتر دیگه خیلی وضعتون توپا من برم اینم داشت فریدون چی میگه باشه برو داداش یه دقیقه پشت بیا اینجا بیا اینجا یه دقیقه بیا اینجا با هم یه گپی گفتمانی چیزی بیا اینجا چی کاره ای حالت خوبه قربانی شما متشکرم خیلی ممنونم ما شده دست به کارات دادم بد نیست آه شاکرت اما اون شیشه تو خیلی موثر داره اون حرکت آدم بیشتر میترسونه نه خوش ببینم ببین من یه پیشنهاد میخواستم بهت بدم البته پای خودت خواستی قبول کن خواستی نکن اما یه شرکتی برای بچه دارن خیلی شرکت باحالیه گفتم اگه حاضر باشی بریم اونجا مشغول شی سه ماه ببین مثل اینا آموزشی پاموزشی نداره سه ماه آموزش نه سه ماه کار آموزی یا این حرفا خب اون حرف اون کچل اصلا گوش نکن کچل من آره همین فرامرز فرامرز آره ببین این هم حقوق میدن هم یاد میدن هم جزء کارت حساب میشه یعنی کارآموزی و درس و مرس و کار و همه چی قاطی پاتیه بابا آقا نمیشه آقا درد میشه آقا چه جوریه آقا بدی پایین دیگه درازه بچه بابا اصلا بیا پایین بیا پایین نفسی بیا پایین بزن این چه وضعیه این بابا ببین این نگهبانش همیشه خوابه که من میگم از رو دیوار بری به چونه تو صد بار تا حالا زنگ زدم درو باز نکرده ما که صدا نکردیم که
صدا نکردین؟ نه بابا صدا کردن میخواد چیکار؟ این یارو درو باز نمیکنه دیگه. در؟ آقا اصلا چرا از در نمیریم تو؟ اصلا این شرکت درش کو، اینجا که ماشاءالله همش دیواره که از این سر تا اون سر. اون فسفر مغزت. بابا درش اون پشته. گفتم از این ور بریم نزدیک‌تره. بیا برو بالا. بیا برو بالا. بیا برو ببینم. ببینم. آقا زیا؟ بله. اینجا انگار واقعا بازداشتگاهه. خب آره دیگه. خب پس ما اینجا چیکار میکنیم؟ گیر دادی ها. هی میگه ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما اینجا. خب معلومه دیگه ما اینجاییم دیگه. تو هیچی نگو. جان من هیچی نگو. من خودم درستش میکنم. نگران نباش. چش. جناب سرباز. جناب سرباز بی اینجا میرم. به افتخار جناب سرباز. بابا چه خبرتونه؟ بازداشتگاه کجا چیز دوست داره چون لپتو بده من یه ذره بکشم. خیلی پر روی. خیلی پر روی تو. جیونه جناب سرباز ما رو که میشناسی. ما اینجا که همیشه مهمونیم. درو باز کن بریم پی کارو. دوست جدیدت نه؟ آره. آقا جلال، جناب سرباز. خوشبختم. درو باز کن بریم دیگه. که بعد بری دزدی آره؟ خیلی پر روی. چی؟ آره. دزدی؟ دزدی؟ مامو دزدی. مرد حسابی به جون جناب سرباز داشتیم کنار دیوار باقالی به چمن بازی میکردیم. نه آقا جون جلال بازی کردن جرمه. بله بله نه جناب سرباز ایشان جوان بسیار سالم و من میشناسم ایشان بله بسیار جوان سالم و خوبیه. ما داشتیم از رو دیوار میرفتیم تو شرکت. آره دزدی نمیرفتیم. بله داشتیم میرفتیم تو شرکت. همین بازی هم باقالی به چمن شرکت هم داریم. سلام سلام. مخلصم دشفری چش قشنگ. چونه دشفری تو الهی نجاتی واسه چی من رو اومدی؟ اومدم سرعت بذارم. اومدی سر؟ آقا جلال اگه یه نفر تو دنیا به فکر ما باشه همین دشفری چش قشنگه. به شما نه برای آقا جلال. اصلا یه چیزی گفتم و من دگرگون شدم ریختم به هم. چی؟ شما فکر کنید بابات بمیره همینجوری اینجا خواهی بره. آقا یه دور از جون چیزی دور از جون. آقا جونه که نمیگم دارم مثال میزنم. بعد فکر کن که خرج بقیه خانواده بیفته گردنت. ها چه حسی داری؟ چهار تا هم خواهر داشته باشی. میدونی چه حالتی میشی؟ میدونی چه حالتی میشی؟ چی؟ خسته، تنها، نقل دیگه دیات. تو هم دنبال بهونه نقل گیتی گیتی بگی. نه ولی میگم واقعا همونجوری میشه آدم. من گفتم باید این دختر جعفر آقا الکتریکی رو میدادیم به این قال قضیه رو میکردیم. اما شما چه باز؟ باز دوباره تو نظر دادی؟ آقا جون میشنوین؟ بله. همه‌ش رو شنیدین آقا جون؟ بله. من این آخریه رو هم شنیدین؟ بله چند بار بگم. به کارتون برسید. بله بله. ببین من میگم ما باید بین خودمون پول جمع کنیم یه جوری بهش بدیم که ناراحت نشه یه کمک خانوادش بشه. نه 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 ببین فرامرز تو این چندین چند سالی که من با این زندگی کردم اخلاقش کاملا دستم اومده. یعنی این همینجوری پول از کسی قبول نمیکنه. باید یه سختی برای به دست آوردن این پول بکشه. همینجوری اصلا قبول نمیکنه. میشناسمش. چند ساله میشناسیش؟ 20 روزی که 20 روز آموزشی دیگه. همینجوری دیگه. الان کجاست؟ الانم که سر همون قضیه زیا یه مقداری از آقا جون خجالت کشید. بعد رفت تو حیاط نشسته فکر کنم. بازم کنی به حیای او. چی؟ هیچی بابا به کارتون برسی. خیلی خب ببین تو میگی ما چجوری این پولا رو بهش بدیم که ناراحت نشه. من برم بدم. خودتون میگی خودتون جواب خودتون میدی. نمیشه که اینجوری که. چطور؟ ای بابا یه ساعت من دارم توضیح میدم براتونو. بابا پولا نمیشه همینجوری مستقیم بهش بدیم. قبول نمیکنه. بعد غیر مستقیم یه راهی پیدا کنیم. بهش برسونیم. از اون لحاظ میگی. بریم سر راش. بابا چجوری بندازیم سر راش؟ اما فرامرز میگم میخوای بریم با خودش مشورت کنیم؟ بریم با خودش مشورت کنیم؟ بریم آره. بریم بابا من میگم نباید. اما فرامرز یا کن گیجی ها. من دارم میگم نباید بفرم. آره آره نباید. من چی به شما بگم؟ آی چی بگم که لایقتون باشه؟ آقا جون شما راه حل بهتری میدونی؟ فرهاد، فرامرز، علیرضا، کجایی شما؟
بابا یکی بیاد لیوان آب بده دست من. آی مردم. قربونت برم آقا جون. بیا. از اول به خودم میگفتی؟ بی شور، مگه قرار نبود تا جلال نیامده نیای بیرون؟ بوده گم شد. آخ فرهاد، فرامرز، علی رضا، بابا به داد من برسیم، من یه لیوان آب خواستم ازتون، چیز مهمی نخواستم که. سلام علیکم. سلام. یه لیوان آب بدین به من. آخ نصرت خان شرمندم دخالت میکنم، خیلی ببخشید ها، ولی لیوان آب در دست مبارک قربان. آره یه لیوان دیگه آب بدین به من، من حالم خیلی بده، دو تا لیوان آب میخوام، میدونم این دستم بود. یه لیوان آب دیگه، چقدر پر رو شدن همه. یه لیوان آب، یه لیوان آب دیگه. آقا سلام. سلام، شما اینجا بودی؟ ما نه، آره همونجا بایی صدا بودیم. شنیدین آقا نصرت صدا زد، شما یه صدا زد. خب نداره، اون همیشه داد و بیداد میکنه دیگه. آره آره، علکیه، یه روز دلشو میگیره، یه روز قلبشو میگیره. فیلمشه. ولی من داشت باورم میشد. علکی میگه ولی. نه نه نه، باور کنین حالش خیلی بد بود، مثل اینکه این بار خیلی حالش بده ها. این صبح تا شب کارش غر زدنه. اه 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 اه. یعنی چی حالش بده؟ یعنی احتمال داره براش اتفاق بیفته. جدی میگی؟ بله. نه جدی نگیر. آقا جان علکی میگه. فکر نکنم، اگر یه موقع اتفاقی چیزی افتاد شما. نه نه ببین، تو آقا جون ما رو نشناختی، این بهانه‌شه، میخواد یکی دورش بچرخه، میدونی خودش لوس میکنه. اصلا فکر ما نیست، نمیگه ما کار داریم، زندگی داریم. بس خب میگی تو گفتی. نه هم بگو حساب من یکی رو که خورد کرد. یکی میاد به دادم برسه دیگه. دیدی صدا زد، حالش بده آقا نصرت، از دست میره. خب یکی بره دیگه. خب بره. آره یکی بره. شما این صدا میزنه، بره بفرمایید. بره یکی بره دیگه. خب یکی بره دیگه. کی بره؟ خب چرا منو نگاه میکنین؟ خب بفرمایید. نوه و پسر. شهر آقا جون. نه نیست کسی. خب ب... جلال. جلال. آره آره آره. با من آره آره آره. برو. جلال گفت گفت آره گفت جلال آره. جلال حالا حتما باید بگیم جلال سماواتی. برو دیگه، برو دیگه. آقا نصرت همش من هی داشتم سوتی میدادم. جدی خودش گفت؟ بله خودش گفت. مبارکه. خیلی ممنون، مرسی. 200,000 تومان؟ بله 200,000 تومان. آخه یه چیزایی هم گفت که حالا دوست ندارم بگم، ناراحت میشین. چی؟ نه بگو. نه چون ناراحت میشین اون وقت، ناراحت میشین اون وقت. نمیشی بگو. نگین ها. نه نمیگیم بگو. آقا نصرت گفت به بچه هام هیچ امیدی ندارم. بله. گفت یه جوان مرد میخوام که این آخر عمری دستم رو بگیره. همین. یه لیوان آب بده دستم. زیر پر و بالم رو بگیره. کارام رو انجام بده. من گفتم چشم. خیلی ممنون از راهنمایی شما. برو به کارت برس. خداحافظ. قربونت سر. بیا خورد داشتیم نون بیاری کباب. میخواستم بپرسم شما چیزی احتیاج ندارین؟ نه 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 مطمئن؟ نه خداحافظ. نصرت کن اجازه بدیم من 20 سال شما یه جوان میکنم. آخ اجازه بفرمید، اجازه بفرمید. دست دست مبارک، دست مبارک، دست مبارک لطفا رو شا. آها آی اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آی سب کن جان، سب کن جان. ام ام بس جان، بس. نه نصرت خان تازه شروع کردم. نه 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 بسه بسه، یه خود خستگی در کن. خسته نصرت خان، من که خسته نشدم، تازه شروع کردم. من خسته شدم. خب اجازه بدیم قوله بفرما نصرت خان، بفرما. قربانت برم الهی، فدات بشم نصرت خان. بفرما. لوس نکن. بفرما نوکردم اصلا، چاکرم. بفرما بفرما. آها مواظب باش نصرت خان. خیلی خود دیگه من خودم. نه 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 شما اجازه بفرما. خواهش آقا جان از امکان نداره. بفرما خواهش بفرما عزیز من. من خودم تم التماس خواهش نمیخوام. شما بفرما. من حتی
با بچه‌هام عموم نرفتم. شما از کیسه شما رو بکشه. نمیخوام کیسه بکشم. اجازه بدید لباس رو در بیارم. بله. لباس یه چند لحظه اجازه. اصلا خواهش می‌کنم خودت هم من از این خندم میگیره علکی این کتاب میگیره دستش هیچ وقت نمیخونه با تو دارم حرف میزنم چی علکی دستم میگیرم باز خود من دو کلام انگلیسی یاد میگیرم خودشون کتاب اون گندگی دستت گرفتی همجی علکی اون حالا من نیست ما رو فرهاد امانت داده من نگرد بله گیر میده شما چی میفهمین از این به تو چرا نکنه شیطان تو قبرس یاد گرفتی میگم فرهاد امانت داده من اینم بدتر از این دوستش جلاله دیدی چی گیر میده نبودی ببینی چجوری با آقا جون پیله کردت به زور میخواست ببردش همون انقدر خنده‌دار شده خوبه بابا شما این دوستمون مسخره نکنید دیگه سوژه گیر آوردین سوژه هست درست سیریشه گیر میده ولی دیدین چجوری گیر میده آره اصلا این جلاله نو فرم گیر میده اومده بود با آقا جون میگفت نصرت خان آب خوردن برات بیارم بله آقا بله خودش بگو اگه همینجوری الکی پولو میدادیم به این جلال و آقا جون میدید چی میگو اونم شاکی اصلا بحث پول که میشه آقا جون دیدی اصلا عوض میشه آره بله چی؟ چرا پول زبون بسته رو دادیم؟ دیگه عده آقا جون در نیار دیگه ما اصلا اشتباه کرد آقا جون خودش لباش اینجوریه به من میگه دختر جعفر قالیتریکی برای میگرفتیم بابا تو هم که پیله میکنی بابا جون هم زن میگرف هم یک کاری پیدا میکرد دیگه راست میگه جلو نه تو برو مسکن ناره جلال اگه من عداشو در آوردم من داشتم مسخرهش میکردم اون عداشو در آورد جلال تو رو بده علی رضا جلال خواهش میکنم وایسا من برای توضیح میدم جلال تعارف که وایسا من برای توضیح ببین جلال بده من آخه کی به تو حرف زده بگو من خودم میدونم چی کارش کنم اصلا چه هیچ کسی کاری نکرد بچه‌م توضیحی لازم نیست به هر حال هر آمدن یه رفتنی هم داره خب منم دارم برمیگردم ما خوشحال میشدیم میموندین آقا جلال خیلی ممنون به اندازه کافی به شما زحمت دادم این دختر جعفر قالیتریکی هم برات میگرفتیم دختر خوبیه و خداشم باشه نه خیلی ممنون زحمت دادی آقا جلال اگه کار خونه قبول میکردی خیلی خوب بود از این مجسمه ها هستش که شبیه چیز درستش میکنن شبیه آقا فرامرز نه شبیه حیوان درستش آره. میکنن بازار خیلی خوبی داره نه الان خیلی خوب بود برات تو چیه نگاه میکنی سفارش میگرفت چیه باز این حیوان اینا رو گفت آره من نشون دادم همش باید مسخره بازی کردی خیلی ممنون خیلی ممنون من کافی به همه زحمت دادم باید برگردم جلال خواهش میکنم آخه یه چیزی من بگو جلال الان تو این شهر این بزرگی تکلیف تنها میخواید چی کار کنید بابا جلال سلام چه خبره؟ جلال میخواد درگرده بره کجا؟ به شهرستانشون دیگه نمیتونه برگرده بره چرا؟ برای اینکه واسش کار پیدا کرده نه راست میگم بابا جان کجا کار پیدا کردی؟ ها؟ کجا؟ بابا شرمنده نکنین آقا شرمنده چیه؟ خجالت میدین اینو میگیری به مناسبت کار پیدا کردنت وقتی اولین حقوقتو گرفتی لنگه اینو میخری به هم داری میاری باریکلا بارکه جدی کار پیدا کردی؟ آره برشتا همین کله پزی سر محل از فردا صبح کله سحر دو سه صبح بلند میشی میری اونجا سر کار شبام همونجا میخوابی صاحبش خیلی آدم مطمئنی بچه ها میشنسن دیگه چی میخواد؟ بازم میخواد بری؟ نه اگه بخواد الان ببینه آتایی بودم الان فکر کنم باشه نه 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 امشب نیستش رفته عروسی عروسی کی؟ عروسی دختر جعفر آقا الکتریکی نه خدا عروسی کرد بیا من گفتم آه بریم نگاه کنی یکی یکی نگاه کنی جلال براش کاری پیدا شد دختر جعفر آقا الکتریکی ازدواج کرد بله آقا جون یکی بیاد یه لیوان آب دست ما بده نگاه کن آقا جونم واقعا دیگه این سری یه لیوان آب خواست از من دیگه این بازی نکرد الان دیگه چی ببین مشکلات اون همه داره یکی یکی حل میشه یه دیداری آخ جون